خب درود مجدد به شما. به شما قول دادم که در واقع بیام چیکار کنیم، یه خود نومیناتیو و آکوزاتیو باز کنیم. من میخوام یه چند تا جمله نومیناتیو بگم، بعد تبدیلش کنم به آکوزاتیو. جدول داشته باشید، من فقط یه مقدار تفصیلمونه بچشم بالاتر. خیلی خب، اینجوری بهتر شد. اینم از تفصیلم که بالاتر هستش. خوب دقت کنید، مثلا دی منه اچ جالب دیر من رو اومدم چیکار کردم؟ گفتم چی؟ دی منه، از جمعش استفاده کردم، اصلا مشکل نداره. اگه بگی دی من، خب مثلا از فعل کمت استفاده کنی، دی من یه دونه است، یک نفره، سینگولار هستش. خب بعد از فعلش هم سینگولار، فعل سینگولار استفاده کنی، کمت. ولی اینجا من چیکار کردم؟ گفتم دی منه، پس فعلمونم باید جمع باشه. دی منه جمعه، فعلش هم با جمع باشه. آن مردان می آیند. دقیق کردید؟ آن مردان می آیند. خیلی خوب. حالا اگه من آن مردان رو ببینم، ich sehe، نه چه جالب، دی در حالت نومیناتیوی که اینجا بود، این دیه در واقع بچه ها این دیه هست. من رنگش رو چیز می کنم، اینو سبز سفسوری، چیز عوض می خواهم، سفسوری نه فسفوری شوخی کردم. خب اینا رو سبز فسفوری میکنم که شما بدونید این چرا رنگ نمیده. داد. که بدونید اینا این اینه، میبینید نومیناتیوه. حالا اگر اینجا کننده من باشم دیگه درسته که این دی همشون شبیه هم هستن، ولی دیگه این دیه دوست من این هستش، این هاشش، این اینی که اینجاست هستش. در واقع از گرامری شما باید بفهمی، درک بکنی، حالیت بشه که در واقع این دی کدوم دی هست. خیلی خوب، پس اینجا این مردان دیده شدن. حالا شما فقط یه کاری برات میمونه که در واقع با هم انجام میدیم کار رو، که بیایم ببینیم چند تا فعل داریم که اینجوری آرتیکل رو روش تاثیر، چون همه فعل ها این نومیناتیوی ها رو به آکوزاتیوی تبدیل نمی کنن، بعضی فعل ها هم داتیوی می کنن، یعنی شکلش عوض میشه. من اینا رو چی می نویسم الان که چشتون اینا رو ببینه، عادت کنه. دم اینم میشه دن، بعد این دنه هیچ ربطی به این دنه نداره ها، حالا بعدا کار خواهیم کرد، یاد میگیریم. خیلی خب، پس اینجا ما من یه نگاهی بندازم چیکار کردیم. خب یه چند تا مثال هم میخواید، حالا میخواید مثلا مثال بگم باز؟ آره یه مثال دیگه هم بگیم. ایش مثلا ده من مثلا ایست، اون مرد داره غذا میخوره، خوراک میخوره. خب ایست چیه دیگه موری؟ اسن یعنی خوردن. گوش کنید، ایش اسه، من اسن رو پاک میکنم که جا باشه بچه ها. پس مثال رو شناختید درسته؟ ایش اسه دو ایست، قشنگه نه؟ ایر ایست، من میخورم، تو میخوری، او میخورد، ویر اسن، ما میخوریم، شماها است میخورید، آنهای آنها و شمای محترمانه هم اسن میخورن. پس ایش اسه، دو ایست، ایر ایست، زی ایست، اس ایست، ویر اسن، ایه است و زیه، یعنی آنها و زی محترمان هم اسن. پس اینجا حالت مصدری اومده، اینجا هم حالت مصدری اومده. خیلی خب، من این رو پاک میکنم که در واقع دست و بالمون باز باشه. پس ده من است، اون مرده داره غذا میخوره، داره میخوره. خیلی خب، حالا اینجا مرده عوض نشده، ده اومده، حالت چی اومده بگید؟ نومیناتیوی، حالت فاعلی اومده. اما ایش هره der man، حالا دیگه من صدای مرد رو میشنوم، حقوق میشه شنیدن. اگه با شخص بیاد ترجمهش به این ترتیب میشه، میشه صدای کسی رو شنیدن، ترجمهش به این ترتیب میشه. خیلی خب، حالا ببخشید اینجوری شد. خب صفحمون یهو غرق کرد، من بایستی میرفتم میوردمش. پس ایش هوره دیگه، اینجا دیه من میشه چی؟ دن من، من صدای اون مرده رو میشنوم، ایش هوره دن من.
من صدای آن مرد را می شنوم. من صدای آن مرد را می شنوم. می شنوندم شد که می شنوم. خیلی خوب. خیلی هم عالی. پس الان شما کار با در واقع نومیناتیو و آکوزاتیو و بلدی. در گام‌های بعدی براتون چند تا فعل میارم که اونها هم آکوزاتیوی هستن. فقط یه چیزی رو الان یه گوشه یادداشت کنید. فعل‌ها در زبان آلمانی فعلا در اینجای کلام ما هستیم به صورت در واقع چی میگن؟ به صورت مصلحتی به دو قسمت تقسیم میشن. فعل‌هایی که تأثیر آکوزاتیوی دارن و فعل‌هایی که تأثیر داتیوی دارن. دقت کردید؟ یعنی یک فعلی ممکنه اینجوری آرتیکل یک واژه رو به این ترتیب که دیدید آکوزاتیوی عوض کنه، یکی ممکنه داتیوی عوض کنه. حالا ایش میشه یه فعل داتیوی بگید با این فعل در واقع داتیوی هم آشنا بشیم؟ بله الان داریم کار میکنیم. ایش هلفه اوسوم بکم در اومد. ایش هلفه من کمک میکنم. این دیمان رو اینجا بنویسم فعلا. Ich helfe dem Mann. خب 50 باشه که ببینیمش. خیلی خب. Ich helfe dem Mann. مونتا اینجا دیگه helfen جزء دار دسته داتیوه. برمیگرده به مان میگه هی آقای مان. مان حواست باشه من چیم؟ من داتیوی ام. مان میگه باشه باشه حالا نزن. من آرتیکلم در حالت نومیناتیوی دی هست. ولی حالا که تو اومدی و کننده ام که من نیستم که بخوام در واقع اینجا پادشاهی بکنم. کننده ایش هستش. حالا این کننده ممکنه یک زن باشه، ممکنه یه مرده باشه، ممکنه اصلا هر کسی میتونه باشه. همیشه ایش نیستا. ممکنه اصلا کننده یه مرد دیگه ای باشه. این مان. یا اصلا آن مرده باشه. ده مان. ببینید چیز عجیبی نیست. در واقع در یک جمله این مرده کننده است. این مرده چیه؟ داره روش کار انجام میشه. در واقع دیگه کننده نیست. حالا من به خاطر اینکه گیج نشید اینه مثلا من نوشتم چی؟ مثلا ایش. پس الان فهمیدید که کننده میتونه متفاوت باشه. خب ایش هلفه من کمک میکنم. دیگه اینجا در در واقع نومیناتیوی من تبدیل میشه به چی؟ دم. چرا؟ آقا چرا تبدیل شد؟ چون هلفن داره دستور میده. یعنی موری اگر شما به جای هلفن مثلا بنویسی سهه، این دم میشه دن. بله میشه دن. چرا؟ چون ذهن از دار و دسته آکوزاتیویه. ولی چی؟ هلفه از دار و دسته داتیویه. عجب. پس این قضیه مافیای یا دار و دسته بازی تو الفبا و تو زبانم هست. بله ظاهرا هست. خب حالا اگر مثلا این زن باشه چی؟ شما به اون زنه داری کمک میکنی. زن کاری نداره که. بذار من اول زن گفتی. خیلی خب من اول واژه رو مینویسم دیفراو. دارم کار با جدول بهتون یاد میدم، دقت کنید. یا اگه حفظ شدی که خیلی عالی، اگه حفظ نشدی اینجوری جدول حفظ نشدی اینجوری کار کن. خب سریع برای اینکه شما بتونید مثلا در کلاس درس نشستید یه جدول یه صفحه به شما دادن توش پر از این جای خالی است، شما نمیدونی چی کار بکنی، این آرتیکل رو چجوری عوض کنی. در گام اول باید این جدول یه گوشه نوشته باشی داشته باشی، یا اینکه حفظ باشی. گام دوم شما حتما باید آرتیکل در واقع واژه تو بدونی. اگه نمیدونی آرتیکلشو خوب نیست. واژه‌هایی که حفظ میکنی کار میکنی با آرتیکل‌هاش و حالت جمعش یاد بگیر. خیلی مهمه. مثلا من میدونم آرتیکل فراو دی هست و جمعش هم فراونه. خیلی خوب. پس تا به اینجا دو تا گام شد. گام سوم بایستی بدونی که اون در واقع اسم شما از چه چیزی دستور میگیره. اینجا از هلفن دستور میگیره. در نتیجه میگیم خیلی خوب، من اول در گام اول برم آرتیکل در واقع فراو رو تو نومیناتیو پیدا کنم. بیا این آشش پیداش کردم. بذار من اینا یه دستبند بهش بزنم که نتونه فرار کنه. اینم دستبندش. خب دی. بعد گام دوم برم ببینم این دی فراو از کی دستور میگیره. هلفن. واو هلفن چیزه که داتیف سازه. خیلی خوب این دی، اینم داتیف. به حالت زبدری بیایید پایین. این از این و میره سمت راست، اینم میاد پایین. میشه چی؟ دیر. تمام شد. ایش هلفه دیر فراو. شما رو به خداوند مهربان میسپارم. هر که هستید شاد خرم باشید. هیچ وقت مایوس نباشید. در رسیدن به اهدافتون لجباز باشید. خیلی حال میده دوستان. شنس وخننده. بای بای. بای بای هکر جان. بای بای.